با سلام خدمت تمامی دوستان خوب کانال تهران تیوی، با یک ویدیو دیگه همراه ما باشین. ساعتی پیش میلاد حاتمی تحویل نیروهای امنیتی کشور داده شد. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی وطن درباره استرداد میلاد حاتمی از گردانندگان سایت‌های قمار آنلاین از ترکیه به ایران گفت به دنبال درخواست پلیس بین‌الملل وطن اعلان قرمز علیه میلاد حاتم‌آبادی فراهانی صادر و وی پس از ردیابی و شناسایی در ترکیه دستگیر شد. به کانال تهران تیوی خوش آمدید. اگر عضو کانال ما نیستید لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشید. با تشکر از شما. آقای شیرزاد گفت با تلاش‌های به عمل آمده برای این متهم اعلان قرمز اینترپل صادر شد که در نتیجه منجر به بازداشت نام برده و در نهایت استرداد وی به وطن شد. بنابر اعلام پلیس وطن، آقای حاتمی امروز تحویل مقامات قضایی کشور داده شده است. بعضی از وکلا و فعالان حقوق بشر نگران برخورد غیر متناسب قوه قضایی وطن با متهمان اقتصادی هستند که خارج از وطن بازداشت و به کشور بازگردانده می شوند. جناب میلاد حاتمی که یکی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی که تحت تعقیب پلیس ترکیه بود، چندی پیش در ترکیه دستگیر شد. میلاد حاتمی یکی از مدیران و مبلغان سایت‌های شرط بندی و قمار است و در سال‌های اخیر از قبل درآمد همین سایت‌ها پول زیادی کسب کرده و کلاهبرداری‌های زیادی در این رابطه انجام داده است. او که از هیچ اقدام غیر اخلاقی برای تبلیغ فروگذار نیست، توسط پلیس استانبول تحت تعقیب قرار گرفته بود. اینطور که معلومه مجازات سنگینی در پیش رو داره. انشالله که خدا خودش به دادش برسه. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشیم. با تشکر از شما.